خیلی مواقع تو زندگی های ما شالوم نیست، چون که باور ندارم در ظفر خدا دارم زندگی میکنم. شکرگزاری کردن کمک میکنه. روزهای سخت برای کسی که سرطان داره و داره با مرگ دست پنجه میزن میکنه، ظفر یعنی چی؟ برای شخصی که بدهی ها و صورت حساب ها ریختن رو سرش و نمیدونه چه کار بکنه، ظفر یافتن یعنی چی؟ برای شخصی که در واقع داره توی بدبختی های زن شوهرش جنگ میکنه، ظفر یافتن یعنی چی؟ کو ظفر؟ کو؟ سخته در این روزها درباره ظفر عیسی فکر بکنی، اما یه فکر نمی کنی که جنگ تو زمینی نیست و همه چیزش شیطان داره بر ضدت نشون میده که سیاه بکنه. شیطان اگه موفق بشه که تو رو فقط از عرابه بکشه پایین، که نگاه کن اونی که رو عرابه از عیساست، تو نیستی، یا تو برو تو پیاده رو بشین، تو برو اونجا بیست فقط دست بزن، بذار سر اونجا باشه، تو هم به عنوان بدن. بعد چی میشه؟ خدایی به من رحم کن، خدایی به من رحم کن، خدایی به بدبختی هم رحم کن، به مصیبت هم رحم کن. دعای ایمانداران چیه؟ عیسی سوار بر کالسکه ارزه، ما تو پیاده رو یا دستفیق میکنیم یا در واقع چی کار میکنیم؟ تقاضای کمک میکنیم. چون باور ندارم که عیسی احتیاج نداشت به شیطان چیزی رو ثابت کنه. اصلا چرا باید ثابت میکرد؟ آخه عددی نبود که بخواد چیزی رو ثابت کنه که من کی هستم. سقوط شیطان در آسمان به خاطر عیسی بود، چون که میخواد جای عیسی رو بگیره، چون که میخواد در جایگاه او بشینه. این چه کار است که نشسته در دست راست تو؟ ای پدر من جا اینجاست برم اینجا انجام بدم. به همین دلیل چرا باید عیسی رو بپرستن؟ باید من رو بپرستن فرشته‌های دیگه. سقوطش برای چی بود؟ شیطان احتیاج نبود که بخواد با شیطان بجنگه. برای من و تو جنگید که من و تو ظفر رو تجربه کنیم. آمین. وگرنه عددی نبود که بخواد باهاش دست پنجه نرم بکنه. کلام خدا میگه زمان که به التهاب برسه کافیه که فقط میکائیل، فقط میکائیل، فرشته‌های دیگه هم نه، تنهایی شیطان و تمام یک سوم با هم میبنده. حتی احتیاج نیست که عیسی دخالت کنه، احتیاج نیست که روح القدس دخالت کنه، احتیاج نیست حتی پدر دخالت بکنه، احتیاج نیست حتی نیست من و تو دخالت بکنیم. فقط اون فرشته به تنهایی کار انجام میده. پس این همه پیروزی برای چیه؟ برای من و توه. وقتی شروع میکنی به شکر گذاری کردن، خداوند روزهای درد هست، من تو رو شکر میکنم که تو روی صلیب سند رو صادر کردی. من مریضم اما تو سند شفای منو صادر کردی. من ممکنه دوبدم دست پنجه نرم میکنم با اسارت، اما تو سند آزادی رو در واقع صادر کردی. ممکنه در لعنت های اجدادی خودم دارم دست پنجه نرم میکنم، اما تو سند آزادی من از لعنت هامو صادر کردی. وقتی باور میکنم، شکر گذاری میتونم بکنم، مرسی خداوند آن کاری که من نمیتونم بکنم تو کردی. خیلی من واقعا سخت، اولش سخته، چون باید قربانی بدی. قربانی هم چیه؟ جنگه. حالا این جنگ برای چیه؟ جنگ برای نیست که تو پیروز بشی، جنگ برای اینه که تو پیروزی رو باور نکنی، جنگ برای اینه که تو باور نکنی در ظفرت لذت نبری. جنگ برای چیه؟ برای اینکه در واقع تو از کالسکه بکشه پایین. برای چی؟ به خاطر که تو رو از بدن، از سر، از بدن جدا بکنه. تمام طرح چیه؟ چون که شیطان باور داره که عیسی سوار کالسکه است، شیطان باور داره که شکست خوردن، شیطان همه رو باور داره، اما از نفهمی و ناباوری ما داره سوء استفاده میکنه. میگه برام مهم نیست که عیسی باور میکنه پیروزه، برای من مهم اینه که باور میکنه که وجود نداره. برای من این مهمه که در واقع ایماندار قبول نداره که عیسی پیروزی کرده. برای من اینها مهمن، نه پیروزی عیسی. و به عیسی میگه برو نگاه بکن، تو دلت خوشه که پیروزی هستی، ولی اینا هیچ کدومشون باور ندارن. نگاه کن، بیا نگاهشون کن، بدبختیاشون نگاه کن، دارن مثل کر میلولن، نگاهشون کن. اینها هیچ کدومشون باور ندارن که تو پیروز شدی. به همین دلیل وقتی باور میکنی، شروع به شکرگزاری میکنی، در درون تو یه چی داره اتفاق میفته و چه اتفاق میفته؟ با هر شکرگزاری اعلام میکنی که عیسی پیروز شده. و این پیروزی تا باور نکنی پیروزیه، جشن ظفر رو نمیتونی بگیری. ظفر چیه؟ ثمره پیروزیه. ظفر چیه؟ شالومه. شالوم اونجا میاد، تو پیروزی اونجا هنوز شالوم نیست. تو پیروزی جنگه، تو پیروزی خونه، تو پیروزی مرگه، تو پیروزی چیزهای مختلفه. اما وقتی شروع میکنی به شکر گذاری کردن، اجازه میدی که پیروزی در پی اون ظفر رو که روز شادمانیه، برکت و صلح و امنیت و شالوم رو بر زندگی من و تو جاری کنه. آمین.